بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. من مجلس القرآن بواد ما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا مبارك بشما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قرآن کریم همیشه است که از دیروز تا حال در مورد چی به ما گفت میزنه؟ قصه موسی علیه السلام. و قصه موسی علیه السلام قسمی که خواندن چند مرتبه تقریبا از طویلترین قصه های است که در قرآن کریم چه شده؟ در جاهای مختلف ذکر شده. در اینجا هم تنها دمی صورت در 52 آیت بر ما قصه چی گپ میزنه؟ در چند آیت؟ 52 آیت تنها در اینجا گپ میزنه. و ذکر موسی علیه السلام را قسمی که شما خواندین تقریبا 22 سوره در بین مفصل و متوال ذکر شده، و ذکر نام مبارکش تقریبا در 130 مرتبه چی شده؟ تکرار شده. پس این هم بعد از اینکه از قصه موسی علیه السلام در اینجا امرای بنی اسرائیل گپ میزنه، در ضمن از او آل برما بعد از اینکه قصه غرق فرعون دیروز کرد و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعوا على قوم یعکفون على اصنام لهم، پس وقتی که رفتن آل داستان قصه چی را برما میکنه؟ نزول تورات. یعنی از این فهمیدیم که تورات بعد از غرق شدن چی نازل شده؟ فرعون. و این بزرگترین نعمت دیگه الله است که با کی داد؟ با بنی اسرائیل داد. و وعدنا، یاد کنین وقت را که ما وعده کردیم با موسی علیه السلام 30 لیله 30 شب و اتممناها بعشر، باز او را دای دیگه زیاد کردیم، تمامش کردیم با 40 شب. میقات ربه، در جایی که پروردگارش خواسته بود که کجا بود؟ کوه طور. 40 لیله، پورا تاکید آمده 40 شب و 40 روز. و قال موسی، و گفت موسی علیه السلام بر برادرش زمانی که میره به کوه طور رفت، او را خلیفه گرفت. مثل که امام جای میره کسی دیگر را چی میگیره؟ خلیفه میگیره. یا رئیس جمهور میره موان خود چی میگیره؟ خلیفه میگیره. لأخیه هارون، ای هارون اخلفنی فی قومی، تو از طرف ما خلیفه شد در بین قوم ما. اخلفنی خلیفه ما هستی در چی؟ در بین قوم. و اصلح، و فکرت باشه که تو اصلاح در بینشان بکنی. ولا تتبع، هشدارشان میده تو پیروی نکنی سبیل المفسدین، از سبیل مفسدین، از راه مفسدین تو پیروی نکنی. مفسدین برابر میشه به خاطر از قوم خود موسی میشنوه که چندین بار اینا سرکشی کردن، نشه که دوباره در غیاب ما تو را به کدام طرف ببره؟ به طرف سرکشی ببره. پس اوش کنی که در هیچ صورت تو از این مردم چی نمی کنی؟ پیروی نمی کنی. ولما جاء، هر وقت که آمد موسی علیه السلام میقاتنا، دموجای ما کجا بودو؟ کوی طور. و کلمه ربه، الله امرایش سخن زد، قال گفت یا رب ای پروردگار ما ارینی، مرا خدا نشان بده، انظر الیک، ما ببینم به طرف تو.
آل موسی علیه السلام از این معلوم میشه که تا حال امرای الله در اونجا گپ زده ندیده و حال میخواید که چی کنه؟ ببینه. در پاره اول ذکر از قصه اونجا مفصل تیر شده. قال لن ترانی، الله متعال برش گفت که هرگز تو مرا دیده نمیتانی، ولیکن انظر، بخاطر که فرق بین الله و بنده هیچ بدون تصور است. الله با چه قسم خود را مجسم بکنه که بنده او را ببینه؟ صحیح است؟ پس بنده ای که مخلوق است توانمندی دیدن خالق را نداره. ولیکن مگر تو انظر ببین الی الجبل به طرف کوه، فاین استقر، پس وقتی که تو مستقر شد مکانه در مجایش، فسوف ترانی، طرف ازو ببین که کوه در کجا مستقر میشه. در اینجا روایت میاد که گویا یک ابر بسیار غلیظ آمد به سر او، از بین ازو یک نور آمد که حتی موسی علیه السلام توان دیدنش نداشت. فسوف ترانی، زود است که تو ببینی، فلما تجلی ربه، هر وقتی که نمایان شد، تجلی بدا له، ظاهر شد، و برزه نمایان شد، آشکار شد، ربه پروردگارش، للجبل، نورش به مکو، نورش به کو، جعله، گردانید اموچی را مدکولا متنفیا، تکا تکا، دکا توتا توتا، صحیح است؟ دک چی؟ و خر موسی صایقا، و افتید موسی با صایقه زدن، مثل که یک کسی بیهوش بفته، یک کسی که بیهوش. صایقه به این معنی نیست مثل که در اونجا افتید فا اخذت هم صایقه، نه که مثل که بیخی سوختن. اینجا صایقه مثل چی واره؟ بیهوش واره، کسی که بیهوش بفته. فلما افاق، هر وقتی که بیهوش آمد موسی علیه السلام، قال گفت یا الله سبحانک پاکیست را، تو به تو الیک رجوع میکنم، به تو ما توبه کردم، گپ خدا پس گرفتم، ما توانمندی دیدن تو را ندارم، و انا اول المؤمنین، و ما استم از جمله اولین کسایی که به صدق یقین قلبی هم یا ایمان دارم به زبان هم. صحیح گفته بودیم که مؤمن و مسلمان اگر هر دو یک جای ذکر شود، باز ایمان انقیاد باطنی، اسلام انقیاد ظاهری، اگر نه که یک ذکر شود هر دو معنا را میده. پس ما به انقیاد باطنی و ظاهری هر دو به اولین کسی هستم که باورمند هستم. قال یا موسی، گفتم ای موسی علیه السلام، اینی ما قائل کی هستم؟ الله الله. قال یا موسی، گفت یا موسی، قال گفت کی؟ الله. یا موسی، ای موسی، این استفایت، اینی یقینا ما استفایت که اختیار کردیم تو را علی الناس، بالای مردم. بچی اختیار به ملکیت نه، اختیار بچی با پیغمبری، برسالات، برسالاتی و بکلامی، برساله ما با پیغمبری ما و بکلامی، بردن ما، بردن تورات از طرف ما به قومت. فخذ ما آتیتک، پس بگیر آن چیزی که ما تو را دادم، و کن و شو من الشاکرین، از جمله بنده های شاکر. و کتبنا، ما نوشته کردیم، لهو به موسی علیه السلام، فی الالواح، در تورات. الالواح چی؟ تورات. من کل شیء، از هر چیز، من کل شیء، از هر چیز. دینمی صفت تقریبا قرآن کریم با تورات مشابه است که در تورات هم حلال و حرام هر چیز زیاد بود، در قرآن کریم هم حلال و حرام چیست زیاد است. و روزای پیش براتون تیر شد که از همین جهت است که در چندین جای وقتی که اوصاف تورات ذکر میشه متعاقب اوصاف چی ذکر میشه؟ قرآن کریم. موعظه، ای هم قرآن کریم موعظه بود، ای هم و تفصیلا، و قرآن هم تفصیل بود، و ای هم تفصیل بیان کرده شده، لکل شیء، به هر چیز بیان کرده شده، به هر چیز. فخذها، پس بگی اینمی تورات را، خذها، بگیر تورات را، محکم، بقوت، ای و عمل بها، عمل بکو بایی و به مردم برسان. و امر قومک، و خودت خود میگیری، امر که قومت را هم بنی اسرائیل، یا خودو که بگیره، به احسنها، به طریقی نیک. احسنها ایمانا که یعملو به حلاله و یجتنبون عن محارمه، به حلالش عمل بکنه، از حرامش چی بکنه؟ خودداری بکنه. سأوریکم دار الفاسقین، زود است که ما تو را نشان بتم امودار، جای فاسق را، کسایی که باز میبرایا، کسایی که میبرایا خروج میشن از طاعت، به معصیت میرن، به شرک میرن، باز هم در تورات تحریف میکنه، قبول نمیکنه، اونا فاسق هستن. باز اونا را ما برتون میان میکنم که کی کسی را قبول نکردن. سأصرف، وجود است که ما بگردانم، عن آیاتی، از آیات ما، الذین، سأصرف عن آیاتی، کسانان را که یتکبرون، تکبر کردن در زمین، تکبر میکنن در زمین، بغیر الحق بنا حق، و این یرو، اگرچه اینا ببینن، کل آیت، هر معجزه را،
اگر معجزه ید بیضا بود، اگر معجزه عصا بود، اگر غرق فرعون بود، اگر من و سلمان می باشه، اگر دیگه و دیگه، لا یؤمنو بها، اینا ایمان نمیارن. و این یرو، اگر یا ببینن سبیل الرشد، امراه کامیابی را، راه هدایت را، لا یتخذوه سبیلا، نمیگرن امراه کامیابی را هدایت، هدایت را و چیز دیگه هدایت می طلبن. ما روزای پیش و پیش تقریبا امو حدیث حذیفه را برتون گفته بودم که یکی از علایم قیامت پیامبر اسلام وقتی به حذیفه گفت که قوم یستنون بغیر سنتی و یهتدون بغیر هدایه، قوم می باشه که بغیر سنت ما چیزهای دیگر را سنت می گیرن و آن چیز را که ما هدایت نگفتیم او را هدایت می گیرن می طلبن. پس یا هم و پس اینمی صف خصلت از کیم بود؟ از بنی اسرائیل. و این یارو اگر یا ببینن سبیل الرشد راه کامیابی را، لا یتخذوه سبیلا، نمیگیرن اون راه. و این یارو اگر ببینن سبیل الغی راه ناکامی را، راه ضلالت را، گمراه را، یتخذوه سبیلا، اون امور را باز میگیرن. مثل چیز؟ مثل گوساله پرستی که سامری برشان جور کرد، بالاخره یا امور را چی کردن؟ پرستش کردن. ولی هارون که برشان میگفت که از خدا بترسین که گوساله خدایتان نیست، ولی او را قبول نمیکردن. موسی که علیه السلام که برشان تورات را صرف الله آورد، او را قبول نکردن، اما گپ سامری را قبول کردن. ذالک یزی خاطر بانهم کذبوا بآیاتنا، که ایشان تکذیب کردن با آیات های ما، با آیات های ما، با معجزه هایی که ما برشان داده بودیم تکذیب کردن. صحیح است، با کتابی که برشان روان کرده بودیم تکذیب کردن. والذین وکانوا عنها وبدن عظمی، الواح عظمی، معجزات عظمی تورات، غافلین غافل. والذین جزای کسانانی که آنانی که کذب و تکذیب کردن به آیات نبایت های ما، و لقاء الاخرت و روبرو شدن با آخرت، حبطت اعمالهم، حبطت بطلت، باطل شد اعمالشون. دیگه در اونجا اعمال نیکی که در دنیا انجام دادن مثل حقوق بشر به درد نمیخوره. صحیح است، پس حقوق بشر یا هر چیز دیگه وقت به درد میخوره که در معیار چی باشه؟ ایمان باشه، شریعت باشه. اگر ایمان نبود هیچ نیست. مثل که یک جوال نداشته باشی کچالو را در چی پرتی؟ صحیح است، و وقتی که تو خزانه نداشته باشی اینکه اکاونت نداشته باشی در چی پول تجمع بکنی؟ پس اول باید ظرف باشه، جای باشه، بعد از اینکه جای بود باز مظروف خودش می آید. پس ایمان ظرف است به عمل صالح، به چی؟ به عمل شایسته. حبطت اعمالهم، بحو شد، از بین رفت اعمالشان، حال یوجزون ما یوجزون الا ما کانوا یعملون، اینا پاداش نمی دادن نمی شوند مگر آن چیزی که عمل کردن. و اتخذ آل موسی رفت، موسی رفت علیه السلام به کوه طور که چی بیاره؟ تورات بیاره. و هارون را گفت که تو خلیفه مستی، ایواز مستی در اینجا، مردم که از تو پرسان میکنن، نائب مستی، برشان حلال هم نشان بده، حرام هم نشان بده، برای خوب اونا را دعوت هم بکن، ای کار تو بکن. زمانی که موسی علیه السلام میره به کوه طور، اینجا سامری که در اصل هم بت پرست بود، اینجا میگه که آل خو موسی رفت، یک روز، دو روز، سه روز، خو موسی خو یک خدا را برتان مقرر میکرد که شما او را عبادت میکردین، خی چی کنین؟ بیاین خی شما از به قسم تبرک، به قسم چی؟ خطرناک است کو، قسم تبرک، از امو حلی و زیوراتی که از فرعون به شما مانده و نمورا بگیرین، کم کم بیارین که ما برتون یک دونه چی جور میکنم؟ گوساله جور میکنم. و در وجود اونم گوساله شما خدا کی را میبینین؟ خدای موسی را میبینین. پس خدای موسی را میبینین، خدای موسی اونم گوساله است، تا وقتی که موسی بیا اونم را شما چه میکنین؟ پرستش میکنین. هر قدر که هارون مخالفت میکنه جایی را نمیگیره. پس اینجا من حلیهم، از امو زیوراتشان، و اتخذ گرفتن قوم موسی علیه السلام من بعده، پس از رفتن موسی به کوه طور، من حلیهم، از مزیوراتشان، حلی نسائهم، عجلن، یک گوساله جسدن که جور کرد، یک جسد مثل گوساله له بود بر زمین گوساله، خوارون آواز، خوار به این قسم که سامری سخت چی هم بود، جادوگر هم بود، به این گوساله را وقتی که جور کرد به این یک قسم به مردم تشبیه کرد که نهی آواز میکشه. خوار آواز چی را میگه؟ گاو را میگه. خوار آوازی که بانگ میته، ما میگیم گاو چی میته؟ بانگ، شما بانگ میگین، آواز میکشه. پس اینمی قسم یک آواز خفیف از کی میبرامد؟ از گوساله میبرامد. آها، این گوساله کدگاه فرق داره، توی بیعقلی رسای که کلا عزب الله خدای خدا آواز گاو دادن. صحیح است، پس وقتی که از پیش از گوساله آواز مثل گاو برامد، گفتن که اینمی چیسته؟ خداست.
الم یروا انه لا یکلمهم، آیا نمیبینین که همی گسالایشو امراشون گپ هم نمیزنه، ولا یهدیهم سمیلا، نمیدیدن بی عقلا خوی آواز خوب رازی برامد. آیا ای اگر خدا باشه کدام کار از یارا تایید میکنه که بکنین؟ اگر خدا باشه از کدام کار یارا منع میکنه که بکنین؟ آیا یا از این گساله اگر چیزی بخواه برشان داده میتونه؟ با چیز امر کرده میتشان؟ میتونشان؟ از چیز منع کرده میتونشان؟ هرگز نه. اتخذوه، گرفتن همی گساله را به خدایی، و کانو ظالمین، و گشتن ظالم. در حلیگهم عجلا جسد له خوار، مثل که ما برتان قصه شکدم خلاص. ای تو بود که وقتی که سامری طلب کرد از زنایشان، از محلیشان که بیارین و با یک حجت یا دلیل بسیار واهی، و این بود که حلی مستعار از نسای اقباط است. اقباط قوم کی بود؟ قوم فرعون بود. صحیح است؟ لا یحل تملکه، حلال نیست به شما که در ملکیتتان باشه. پس این خواست کی بود؟ از قبطی ها بود. پس به شما نیست که از استفاده بکنین. این را بیارین که برتان چی جور میکنین؟ خدا جور میکنیم. فحتال علیهم، پس حیله کرد بالایشان. حیله اون از اون وقتا برامده ها، این حیله غیر شرعی مون که میکنیم کلش از اون چی داره؟ از اون حیله یهود گرفته شده. و کان سائقا، و خودش هم بود جور کننده این از این چیزا. صحیح؟ سائق بود، بازی را گرفت جورش کرد. و اخرج لهم منه عجلا جسدا، جور کرد برشان یک عجل عیداتا، مثل که داشته باشم گاو بعد بلای دیگه کلا و دم کلش جور کرد. لهو خوار بود برش آواز، صوت مثل صوت بقر واره بود. گفت برشان هذا الهكم و اله موسی، خبر دارین اینمی خدای شما هم از خدای موسی هم است. هذا الهكم و اله موسی، فنسی موسی فراموش کرده، خدای خود امرای خود نبرده، خداش در اینجا مانده. اگر میخواین که خدا را پرستش بکنین، خدای شما و خدای موسی اینمی است. فعبدوه، اینمی را عبادت بکنین. و در اینجا هم سامری نمیگه که اله اله هارون، به خاطر که هارون در کجاست؟ در اینجا است. نمیگه هارون، اله هارون میگه هذا الهكم و اله موسی فنسی، این خدای شماست و خدای موسی است. چقدر هوشیار بودن، هوشیار بیعقل، ولی دمو مسلک چیز خود خباست خود چی میکرد؟ هوشیاری میکرد. ولم يقل اله موسى لان هارون كان معهم، بود امرائشان خلیفه. سامری نسبتش است به قریه که تسمى سامره. خب سامری، اگر کسی پرسان تانکت که سامری چی، بفهم که سامری اصل نسبت میشه به یک قریه، که قریه را چه میگه؟ سامره میگه. و این نامش است موسى بن ظفر. در اونمون سالی که اولادا را بچه ها را کی میکشت؟ فرعون میکشت. در اونمون سالی هم پیدا شده بود که تقدیری که مثل که موسی علیه السلام در اون سال زنده ماند، در اونمون سال های هم چی شد؟ زنده ماند که موسی علیه السلام. ولما سقط فی ایدیهم، ار وقتی که آمد افتید امی چیز، سقط ای قدمو، باز پیش کردن، فندمو، باز اینا چی کردن؟ ندامت هم کردن. فی ایدیهم و را او انهم، و دید که ایشان گمراه شدن. قالو گفتن لئن لم یرحمنا، اگر الله ما را مغفرت نکنه، ربنا پروردگار ما، و یغفر لنا و ما را نبخشه، لنکونن من الخاسرین، باز ما از جمله خاسر میشیم. در اینجا بعد از آمدن موسی علیه السلام، بنی اسرائیل به دو طایفه تبدیل شد. بچن؟ به دو. یک تعدادش گفت که آها، ای سامری بدبخت خما را گمراه کرد، گفت که ما به الله رجوع میکنیم، توبه میکنیم، الله ما را ببخشه، یار الله بخشید. یک تعداد دیگیش به می اصرار کردن که نه، اینمی خدای ما اینمی بود، مثل که سامری گفته بود. الله متعال یار خنزیر جور کرد، شادی جور کرد. صحیح؟ پس عذاب علیم هم برشان نسبت داد، به کجا؟ در آخرت. پس به دو گروه تقسیم شدن بچن. یک گروهش فهمید که بد کردن، توبه کردن، و وقتی که توبه کردن الله بخشیدشان. گروه دومش اصرار کردن در گناه، توبه نکردن. وقتی که اصرار به گناه کردن، توبه نکردن، الله متعال اونا را چی ساخت؟ شادی ساخت. تورات یک جای آمد، تورات موسی علیه السلام کلش در یک شب یک جای آمد. همین 40 شب که رفته بود، این همین میاده بود که تورات آورد. تورات مثل قرآن کریم کم کم نامدنه، میزی قرآن کریم همین که کم کم نازل شد، ولی تورات کلش بعد از غرق فرعون یک بارگی آمد در 40 شب. خود موسی علیه السلام که به کوه طور رفته بود، امرای خدا آورده. وقتی که رفته بود
برای خاطر رفت 40 شب تیر کرد به خاطر که چی بیاره؟ تورات بیاره. ولما سقط هر وقتی که آمد پیش شد برشان فی ایدیهم و رأوا انهم و همی قصد دیدن ایشان قد ضلوا که اینا گمراه شدن قالوا گفتن ام گروه اول لا ان لم يرحمنا اگر رحم نکنه الله بر ما پروردگار ما و یغفر لنا و ببخش ما را یعنی ولا ان لم یغفر لنا اگر ما را نبخشه لا ان لم يرحمنا و لا ان لم یغفر لنا اگر ما را مغفرت نکنه در این صورتی که الله رحمش هم نباشه مغفرتش هم نباشه لنکونن من الخاسرین خامخا ما میشیم از جمله زیانکارا. ولما رجع از این آیت چی درس میگیریم؟ یکی که نسبت است از سنن کون به طرف الله و دومی که تقبیح چیزهایی که گویا او عبادت نیست جمود است در فکر مثل که سامری برشان از گوساله جور کرد صحیح است؟ وقتی که الله بخواه با یک امت و همت را او را توبه نصیب میکنه وقتی که الله بخواه با یک امت رحم بکنه باز او را چی میکنه؟ توبه نصیب میکنه. اگر نه که توبه در نسبت کسی نبود در قسمت کسی نبود بفهمه که بدبخت هم او است که گناه میکنه و چی نمیکنه؟ توبه نمیکنه. اگر گناه کرد و توبه کرد بفهمه که بهترین بنده الله است که الله سرش رحم کرده و توبه را برش چی کرده؟ منسوخ کرده، قادر ساختش با توبه. ولما رجع موسى هر وقت که رجوع کرد موسى علیه السلام الى قومه به قومش بعد از غیابت 40 شب غضبان اسفا غضبان بسیار شدید الغضب اسفا حزینا شدیدا بسیار سخت حزین بود قال گفت بئس ما خلفتمونی چقدر بد کسر ما بر شما خلیفه ماندم یعنی کیرا هارون من بعد بئس ما خلفتمونی بسیار بد خلیفه شما هم بعد از ما به خود ماندید که دوباره چی شده مشرک گوساله پرست شدین. من بعدی عجلتم آیا شما تعجل کردین عجله کردین امر ربکم به امر پروردگارتون 40 شب الله گفته بود اینا محمدم ما کمی رفتم شما تعجل کردین میموندین که الله با شما چی روان میکرد و القل الواح و گرفت انداخت الواح را به زمین مان و اخذ حتی که شکست چی شد فن کسره امی الواح تخته هایی که دو تورات نوشته بود او را که مان چی شد شکست به قهر متو انداختش و اخذ براس اخیه یا میگه که میمونده زمین افتیدت پیشش و گرفت بصر برادرش در پاره 16 میگه که از ریششم گرفته بود یه جور روح الیه کشش میکرد قال گفت هارون علیه السلام الیه قال گفت هارون علیه السلام یبن امه ای بچه مادر ما ای بچه مادر ما این قوم استضعفونی اصل شطر است که اصله یا ابن امی ای بچه مادر ما امه گفت یارا چی کرد؟ حذف کرد ان القوم استضعفوني يقينا ان من قوم تكاز بسیار بدبخت است استضعفوني مرا بسیار ضعیف دانستان ما ضعیف بودم ما دفاع کردن نمیتونستم وكادوا وبدن اذنك يقتلونني كي بكشن مرا فلا تشمت بي الاعداء فلا تسرهم تو خوشحال نساز فلا تشمت بي تو خوشحال نساز به این جنگ امرای به قهر کردنت بالای ما کیرا دشمن را ولا تجعلني وتمر حسابم نكون نگردان ما القوم الظالمين امرای کسی که بیرون شد به هلاکت امرای قومی که اونا خوش میشن با چی با می قهر تو بالای ما که نه دو تا پیغمبر آل یک برادر دیگه برادر را میزنن و همین قسم دیگه ما را از جمله قوم ظالم مخ کو سال پرست نشده ما مسئولیت خدا ایفا کردیم ما نشان کردیم ولی قبول نکردن قال گفت وقتی که موسی دید که راستی برادرش دایی جمالمت نیست گفت قال گفت موسی علیه السلام رب اغفر لی وقتی که قهرشش ای الله ببخش بر ما ولی اخی و بر برادر ما ببخش که در اینجا اگر کوتاهی کرده باشه و ادخلنا مورا داخل کو همرا فی رحمتی که در رحمتت و انت تو کستی ارحم الراحمین بهترین رحم کننده هاستی آیا امی آیا صراحت داره در براءت هارون از جریمه اتخاذ عجل صحیح؟ یعنی این میگه که لا تجعلی مع القوم الظالمین صحیح؟ مرا نگردان امرای کی؟ قوم ظالم ما خود مشرک نبودم در قرآن کریم امی رقم آمده اما در تورات یک جای دیگه که تحریف شده این امی جاز در جاهایی که در تورات تحریف شده در تورات اتر آمده خواه؟ اما تورات ففیها در تورات اتر آمده که هارون هو الذی صنعه هارون کسی بود که اینمی گوساله را جور کرده میگه سامری نبود کی بود هارون بود قرآن کریم میگه سامری بود هارونی کار نکرده هارون منشان کرد منع کردن هارون چی نکردن
قبول نکردند. هو الذی صنعه و هو اینمی کارشان از مواقع مواضع تحریف است که جرا فیها جاری است در تورات. نص علیه القرآن الکریم، قرآن کریم در این چی کرده که یحرفون الکلم عن مواضعه، تغییر می دادن، تبدیل می کردن کلمه ها را از جای خودش، احکام را از جای خودش. پس یکی از جمله تغییراتش همین بود که نسبت ساختار گوساله را به کی می کنن؟ به هارون می کنن. ان الذين يقينا كسانان که اتخذوا، یه دیگه کلش قصاص هم به مو خاطر تست می خونیم، اتخذوا گرفتن العجل گوساله را، سینالهم بخدایی الهن عبدوه، اتخذوا العجل گوساله را اگر می گرفت می خوردن پروا نداشت، گوساله را اگر می گرفتن هر چیز دیگه می کردن، ولی گوساله را چی گرفتن؟ با خدایی گرفتن. الهن عبدوه، ای را گرفتن با خدایی که عبادتش می کردن. پس اینمی کسایی کمی کار کرد، سینالهم غضبون، اینی هم گروه دیگه است که توبه نکرده. خب گروه اولش چی کرد؟ توبه کرد. گروه دومش چی نکرد؟ توبه نکرد. سینالهم غضبون، زود است که برسه برشان غضبی از طرف الله، غضب من ربهم و ذلتهم فی الحیات الدنیا، و هم ذله، ذله مرادش مسکنه جزیه در زندگی دنیا. ذالک نجز و همین قسم که چی شدن باز؟ مسخه شدن. کذالک نجز المفترین، امین امین رقم، و کذالک و همین شکل نجزی ما پاداش میتیم المفترین الذین کذبوا علی الله بالشرک، کسایی که تکذیب کردن به الله با چی؟ به شرک. والذین و کسانانی که عملوا سیئات، عمل کردن اعمال ناشایسته ولو که شرک بوده باشه، ثم تابوا باز توبه کردن من بعدها، پس از این اعمال ناشایسته، و آمنوا و ایمان آوردن، ان ربک یقینا پروردگار تو، من بعدها پس از این توبهشان، پس از چی؟ توبه، لغفور رحیم، خامخواه بخشاینده و مهربان است، توبهشان قبول میکنه. ان رحمتی سبقت غضبی، ولما سکت، هر وقت که سکون شد، و زال غضبه، غضب هارون را موسی رفت، عن موسی الغضب، رفت از موسی علیه السلام امو غضبش، اخذ الالواح، باز گرفت امو الواح را، تورات را، و فی نسختها، برداشتش پس زمین، و بود یک نسخه از زمین تورات، هدن بیان للحق، هدایت چی میگه؟ بیان حق را میگه. و رحمت بود للذین، و کسانانی که هم ایشان، لربهم، به پروردگارشان، یرهبون، یخافون ربهم، رهب، خوف، ترس دارن از کی؟ از الله. و اختار آل خو، موسی علیه السلام آمد، یک تعدادی که توبه کرد، توبهشان بخشید، الله متعال عذر از یار قبول کرد که برو توبه کردن، به شرط که دیگه شرک نیارن. و همین قسم موسی علیه السلام هم یار معذور پنداشت. صحیح؟ آل موسی علیه السلام میگه که خیلی شما از بینتان چند نفر انتخاب کنین از کسایی که توبه کرده، امرای ما برا پیش الله در کوه طور اوجا شفاعت خواهی بکنن، از امی عمل قبیحی که در غیاب ما سامری برشان گوساله جور کرده بود، اصطلا از حلی زنهایشان اون زمو، به الله چه بکنن؟ توبه خود پیش بکنن. و الله متعال به موسی گفت که ای موسی، تو از بین از امی قومت کی کار کردن 70 نفرش به خاطر معذرت خواهی در کوه طور بیار. در کجا؟ در کوه طور. این قصه را دایی یاد بر ما میکنه. و اختار موسی، و اختیار کرد موسی علیه السلام قومه، من قومه، از قومش 70 رجلا، 70 نفر بسیار خوب مخلص، مخلصش رقم بود، رجلا نمی قاتنا، به خاطر آمدن مکالمه کردن و در جای ما که متعین کرده بودیم کوچی بود، کوه طور بود. فلما ار وقتی که آمد، اخذتهم الرجفه، گرفت یار زلزله شدیده، قال گفت لو شئت، ایجا که رفتن آواز شنیدن از الله، گفتن ای موسی، ای آواز خدا از کی است؟ ببین که این همی 70 نفر خوبشی رقم بود، 70 نفر را که به شکل نماینده و امو خوب به حساب ما و شما حاجی صاحبا و رهبرایشان از اونا بود، انتخاب کرد آوردش در اینجا که خی شما از بین بسته بنی اسرائیل 70 نفر بیاین که شما امرای الله گپ میزنین و عذرخواهی به کی بکنین؟ به الله. بازم یه 70 نفر موجه که میره، موسی میگه هی هی، این گپ میشه که باشه نباشه، میشه که ما الله را ببینیم، میشه که الله را ببینیم. ارین الله جهرتن، در اول پاره شش آمد، فقالو ارین الله جهرتن. و اختار موسی، فلما اخذت، و ار وقتی که یا موسی علیه السلام به الله گفت که الله، امی خود خبر از یا نشان مت یک بار،
یک شمعی از نور تا خبرشان نشان بده. فلما ار وقتی که الله خدا نشان داد یا اخذت هم الرجفتو گرفتن یار یک زلزله شدید و رجفه و صاعقه گرفت. صاعقه اینجا رجفه را صاعقه به خاطر تعبیر میکنیم، اون طرف صاعقه را در موسی علیه السلام به معنی بیهوشی گرفته. ما اینجا صاعقه مثل خاکستر و ربیخی مردن، مثل چی شدن؟ خاکستر مردن. قال گفت لو شئت اگر تو بخوای اهلکتهم یا را هلاک کنی من قبل و پیش از می کردی و ایای دیگه باز کی باشه که عبادت تو را بکنه یا الله. باز ما به قوم چی بگویم؟ موسی علیه السلام توبه میکرد به الله خو و گریه میکرد بسیار که الله 70 نفرشان هم در اینجا آوردم و این 70 نفرم کلش سرشناس، اگر اینجا یادم این هلاکت ببانن بمرن وقتی که برم میگم موسی رفت اون 70 نفر در اونجا نه خدای است نه دیگه کلش هم کشت خلاص بیغم کوکی کدامش گفت که ما خدا را دیدیم سائنس. پس اینجا اگر میکشتیشان پیش از این میکشتی که در اینجا نیامده بودن، حالی که اینجا آمده بارشان که یک بار صحیح سلامت تا کجا برسن؟ تا جایداد برسن تا قوم خود. قال گفت لو شئت اگر میخواستی الله اهلکتهم تو هلاکشان میکردی من قبل و پیش از آمدن ما به طرف تو و این یا و تو کستی ای قدرت داری تو کستی اتهلکنا آیا ما را هلاک میکنی میکشی بما فعل السفهاء منا با آن چیزی که انجام میده بی عقلای ما از ما ماهی این هی این به معنی ما ماهی نیست اینمی الا فتنتک مگر محنتک و ابتلاؤک محنت و آزمایش از طرف تو است تو ضل بها من تشاء گمراه میکنی کسی را که بخواهی و تهدی من تشاء هدایت میکنی هر کسی را که بخواهی انت ولی تو کستی ولینا کارساز ما استی دوست ما استی به ما مهربان استی بالای ما فاغفر لنا پس ببخش بر ما وارحمنا و رحم کو بالای ما و انت خیر الغافرین و تو بهترین چیستی بخشش کننده هستی. در این مورد بعض مفسرین نوشته میکنن و این در پاره 29 بر ما میاد و در سوره اسراء هم این قصه بر ما میاد و او طرف هم براتون گفته بودم که آیا رؤیت الله در دنیا صورت میگیره یا نمیگیره با دیگه مسلمان ها و همین قسم پیامبر علیه السلام در شب معراج پروردگار را دیده یا ندیده. روایت تو شده که میشه که های پیامبر علیه السلام در شب معراج الله را دیده ندیده. در این مورد احادیث بسیار زیاد آمده، از او جمله یکی امکان دیدن الله تقریبا از اضافه از 20 صحابی نقل شده. از چقدر؟ از 20 صحابی نقل شده رضی الله عنهم. مگر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ما براتون گفته بودم که در این مورد با جمهور صحابه خلاف داره و رد میکنه و میگه که گویا الله پیامبر علیه السلام در شب معراج هم کی را ندیده؟ الله را ندیده. مسروق روایت میکنه از کی؟ از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. میگه قلت لعائشه ما گفتم به سیده ام المؤمنین حضرت عایشه یا امه ای مادر من هل را محمد ربه لیلة المعراج آیا دیده محمد صلی الله علیه و سلم پروردگار خود را در شب معراج؟ فقالت گفت حضرت عایشه لقد فشعری مما قلت و خدا استاد شد موی ما از او چیزی که تو گفتی مما قلت ثلاث من حدثكن سه چیز سه سخن است که اگر کسی او را به تو حدیث گفت فقط کذب به تحقیق دروغ گفت. ایرا کی میگه؟ حضرت عایشه میگه یک ان محمد ربه اولین گپش همین است که گویا کسی اگر به تو گفت که محمد صلی الله علیه وسلم پروردگار خدا دیده چی کرده؟ دروغ گفته. دو انه یعلم ما فی غد میدانه که سبا چی میشه. اگر گفت که پیغمبر میفهمید که سبا چی میشه دروغ گفته، یعنی پیغمبر عالم غیب نبود. سه انه کتم شیئا من الدین اگر کسی برات حدیث بیان کرد که پیغمبر یک چیز از دین را پوت کرده دروغ گفته به خاطر که پیغمبر هر چیزی که از دین بوده چی کرده؟ رسانده. فقال مسروق گفت میگه که من اینجا دیگه یک کم درنگ کردم بالاخره میگه که فجلست و قلت باز ما در اینجا مسروق میگه من بودم متکئان پس ششتم باز برش گفتم به ایم مادر علم یقول الله آیا الله نگفته که ولقد رآه نظرت اخرى عند سدرت المنتها. اونجا خمیه که ولقد رآه به تحقیق دید رآه پروردگارش را نزلت اخرى دمو جایی که بود عند قاب قوسین او ادنا سوره طه حاکمه. فقالت گفت انا اول من سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عایشه میگه همین سوال که تو از ما کردی
ما اولین کسی بودم که می سوال از پیغمبر علیه الصلاه و السلام کردم. فقال گفت پیغمبر علیه الصلاه و السلام انما هو جبرئیل ولقد رآه. اینجا را پیغمبر میگه بر ما گفت که من نیستم بلکه کی است؟ جبرئیل. حضرت عایشه تو جواب میگه والله اعلم. و هذه الرؤيا في الدنيا، این رؤیا در دنیا است، اما در آخرت فانها تختلف عن هذه الدنيا، اما در آخرت از این دنیا باز مختلف است. و کل ما، هر کسی که ببینه در اونجا باشه در حیات در آخره، یختلف و اختلافا عن الدنيا، اختلاف داره زندگیش از حیات چیز دنیا. والله اعلم. پس تا اینجا دو چیست، دو نظر است. و ترى جمهور المسلمين، ولی جمهور مسلمان ها، اصحابه تابعین تبع تابعین، به این نظر هستند که ان رؤیت العباد لربهم فی الاخره حق، خامخا حق است. دیگه هیچ کس در آخرت اختلاف نداره، صرف در دنیا اکثر صحابه از پیامبر علیه الصلاه و السلام را در شب معراج تایید میکنه که اضافه چند صحابی است؟ 20. از جمله چیز خلفای اربعه است، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه، عبدالله بن عباس است، و صرف انکار که میکنه کی میکنه؟ حضرت عایشه. والله اعلم، ممکن که به حضرت عایشه او حدیث نرسیده باشه، یا حضرت عایشه خودش میگه که ولقد رآه، مرادش کیسته؟ و اكتب لنا في هذه الدنيا حسنه، بنویس یا الله بر ما در دنیا هم نیکی، در نیکی هم در دنیا هم نیکی بنویس. در دنیا نیکی چی است؟ بیایی که ما چی پیدا بکنیم، توفیق پیدا بکنیم، بچی با اعمال صالحه. و فی الاخرت، و به همین قسم بر ما در آخرت هم نیکی نوشته بکو. نیکی آخرت چی است؟ و قنا عذاب النار، از عذاب آخرت مرا چی بده؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، امی قسم جنت و رضامندی ترسیب با بکو. انا هدنا الیک، یقینا اگر امی تو شد مرا هدایت بکو به مطرف خودت. ای رجعنا تبنا و رجعنا الیک، ما را رهنمایی کو به طرف خودت، قانون تو را قبول بکنیم. رجعنا الیک، رجوع بکنیم به تو، غیر از تو کسی دیگر خالق خود، رازق خود، مالک خود ندانیم. قال گفت کی؟ آفرین کی؟ الله، آفرین. قال گفت عذابی، یقینا عذاب ما اصیب و میرسه، من اشاء و کس را که ما بخواهم، ما هر کس را که ما بخواهم عذاب ما میرسه بنده ایم است. خود طبیعی که الله عادل است، عذابش به مو کسی میرسه که از حکم الله سرپیچی میکنه. و رحمتی، ولیکن رحمت ما وسعت کل شیء، وسعت پیدا بکنه، کرده از هر چیزی کرده. دیگه این رحمتی سبقت غضبی، سعید رحمت ما سر غضب چی شده؟ سبقت کرده. فسا اکتبها، پس زود است نوشته میکنم، للذین، برای کسانانی که تقونا، اونا تقوا حاصل کردن، امتثال به اوامر الله کردن و اجتناب از نواهی الله کردن. و یؤتون الزکات، و میدهند زکات را، و الذین، و کسانانی که هم به ایشان، به آیاتنا، به آیاتهای ما، به کتاب ما، به معجزات ما، یؤمنون، ایمان دارند. الذين امين مؤمنون كسان الذين كسانان هستند که يتبعون الرسول النبي الامي پیروی میکنن از پیغمبر که ایت تبعون پیروی میکنن الرسول از پیغمبر النبي از نبی الامي الذي امو پیغمبر که امیس امی که میگه لا يقرا ولا يكتب نمیش نه خوانده میتونه و نه هم نوشته میکنه یجدونه میافن میا مكتوبا عندهم یعنی مرادش بنی اسرائیل است که صفات پیغمبر علیه الصلاه و السلام در چی هم بود در تورات هم بود فی التورات و الانجیل هم در تورات و هم در انجیل یأمرهم بالمعروف منع میکرد مردم را با کارهای نیک پیغمبر و ینهاهم عن المنکر و منع میکرد مردم را از کارهای زشت و یحل لهم الطیبات و حلال میساخت به مردم چیزهای پاکیزه را و یحرم علیهم الخبائث و حرام میکرد بلایشان چیزهای خبیثه را و یضع عنهم اسرهم و دور میکرد ازشان امو اسر و اغلال اسر در او عهد که او عهدی که بسیار مؤکد می بود و قابل عمل نمی بود مثل که عهدی از بنی اسرائیل گرفت که پای تو را سرشان چی کرد؟ بالا کرد خودوها به قوه این عهد بود اسر او چیز اغلال غل مشکلات که در آمده بود برشان مثلا اگر کالایشان نجس می شد با آب چی نمی شد؟ پاک نمی شد در شب رمضان خانداری کردن نمی تانستن همین قسم سحری در روزشان نبود نمازشان 50 وقت بود بدنشان اگر نجس میشد باید تراش میکردن صحیح تیمم نبود نماز خدا باید خامخا در نمو جایی که تعیین شده بود مسجد دمو جمع میخواندن پس این چیزای اغلال بود مشکلات بود شقات بود که اثر امت پیامبر علیه الصلاه و السلام چی شد دور شد منسوخ شد و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي
امو اغلالی که کانت علیهم بود برشان تکالیف شاقه در تورات. فالذین پس کسانانی که آمن و ایمان آوردن، پس امو چیزهایی که در تورات هم بود، مشکلات مشقاتی که بود، عهد بسیار مؤکدی که بود، بعد از نزول قرآن کریم آمده رسالت پیامبر علیه السلام، اونا هم اگر به پیغمبر امی ایمان میارن، اونمو مشقات از سرشان چی میشه؟ دور میشه خلاص. الله تو و خاص سرشان بود، آله که اون پیغمبری که صفاتش در تورات آمده، اما پیغمبر آمد دیگه باز اون مشقات سرشانه است. اینا مأمور و مکلف نیستن که به اون مشقات که احکام مشکل، تکلیفای مولا یطاق که در تورات است به او چی بکنن؟ عمل بکنن. فالذین پس کسانانی که آمنو از امی اهل کتاب ایمان آوردن، یا از مشرکین یا از هر کس دیگر، بهی به می پیغمبر و عزروه و وقروه و عظموه، ایره توقیر کردن، تعظیم کردن، بلند داشتن، یا رسول الله برش گفتن، راعینا نگفتن، سعیس عصینا نگفتن، و نصروه و نصرتش کردن در مقابل دشمنش، و اتبعو و پیروی کردن النور الذی از چی؟ از قرآن. از چی؟ نور اینجا مراد چیست؟ قرآن است. و اتبع النور الذي و پیروی کردن از اون نور قرآنی که انزل، به خاطر که میگه انزل معه، نازل شده امرای پیغمبر علیه الصلاه و السلام، اولئک من گرو هم المفلحون، ایشان رستگار هستند. دیات امو تفسیرایی که بسیار مختصر ما است، مثل التسهیل، تقریبا 5-6 ورق از تورات، از انجیل، از کتابای دیگه، اوصافی که از پیغمبر علیه الصلاه و السلام آمده بود نقل کرده بود بسیار زیاد. و من اون کتاب گفتم یارم ناوردم به خاطر که وقت ما را بسیار زیاد میگرفت. و از اون جمله کلش ما فقط یک روایت بخاری و مسلم که در کتابای حدیث ما آمده و صفات پیامبر علیه السلام را در تورات پیشگویی کرده، ما اون را فقط براتون نقل میکنم. بس بخاری و غیرش روایت میکنه که در تورات این صفات پیامبر علیه السلام راجع به نمی آید. این طور آمده که یا ایها النبی، ای پیغمبر، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این صفات پیغمبر است که در تورات در انجیل هم آمده. صحیح؟ ای پیغمبر، ان ارسلناک یقینا ما فرستادیم تو را شاهدن، شاهد برای دیگر پیغمبران. صحیح؟ و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. مبشرا و امی قسم مجددهنده، و نذیرا بیمدهنده، امی قسم و حرزا للامیین، و تو نگهبان هستی با کسایی که امی هستند. یعنی تو در بین یک امتی که امی میبرایه، امت امی مرادش در اونجا اهل کتاب که امی میگفت عربا را، قوم قریش چی میگفت؟ امی میگفت. انت عبدی، تو بندیم هستی، و رسولی و فرستادیم هستی، ما تو را نام گذاشتیم المتوکل. یعنی یک نام پیغمبر در تورات چی آمده بود؟ متوکل. لیس بفظ ولا غلیظ، نیست ای محمد صلی الله علیه و سلم بسیار فظ شدید خو، ولا غلیظ نه قهرناک، ولا سخاب، سخاب غلیظ و فظ تقریبا معنی هم جوار افاده میکنه، غلظت داشته باشه، تنخوی باشه، قهرگو باشه و همین قسم، فحاش باشه، دوزبان باشه. این چیزا پیغمبر نبود. ولا سخاب فی الاسواق، و نه هم کسی که همیشه در کجا بگرده؟ در بازارا، در بازارا برم سر مردم قهر بکنه، سخب سر مردم در بازار چی بکنه؟ قهر بکنه، دو بزنه. ولا تجزئوا بالسيئه السيئه، و نه هم پیغمبر دیگه صفت چیز که بدی را به بدی جواب میده، بلکه بدی را به چی جواب میده؟ به نیکی. ولیکن مگر تعفو و تصفح، اما از مردم عفو میکنه و هم به مردم نصیحت میکنه. ولن اقبضه، و ما هرگز ایرا قبض نمی کنم. الله میگه وقتی که پیغمبر آمد محمد علیه السلام، ایرا قبض روح نمی کنم، حتی اقیم به الملت العوجاء، تا که قائم کنه به دین ملت عوجاء، ملت که کج از پرستای مکرم میگه، مشرکین میگه، اونا را از بت پرستی به طرف دین، به طرف توحید چی بکنه؟ راست بکنه. بی این یقولو، تا اینکه بگوین لا اله الا الله. اما وقتی که مردم گفت لا اله الا الله، مسلمان شد، یعنی مکه فتح شد، بعد از او باز پیغمبر چه میشه؟ وفات میشه. پس دمی تیز میشه چشمها، چشمهایی که کور بود، و گوشهایی که کر بود، و قلبهایی که غافل بود.
پس به سبب پیغمبر علیه الصلاه و السلام و نزول قرآن کریم کلش بیدار میشه. این صفات پیغمبر بود علیه الصلاه و السلام که بخاری و دیگه کتاب های حدیث روایت میکنه که اینی صفات پیغمبر در تورات و انجیل هم بود. همین قسم در انجیل بس از اوصاف تگی پیغمبر علیه الصلاه و السلام آمده که مثل که در سوره جمعه برای ما چی میکنه؟ یاد میکنه و مبشرم برسول یأتی من بعد اسمه احمد. سعیز میه بشارت به مردم را عیسی و پیغمبری که بعد از تو میه و نامش چیست؟ احمد است. در تورات جاهای دیگه از یعقوب علیه السلام حتی از ابراهیم علیه السلام نقل شده که اونا کلش مژده و خوشخبری اوصاف پیغمبر علیه السلام را به مردم داده. پس این آیت هم میگه که بر ما همینطور درس میده، معنی آیت همینطور میده که گویا کسانانی که از اهل کتاب راستی باشند اونا ایمان میارن به پیغمبر امی. پیغمبر امی چی صفت داره؟ امی صفت داره که و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یدعو عنهم اسرهم. اینی اوصاف است که کلش در کتابای شما آمده. پس اینمی اوصاف که داشت پیغمبر است. مثل که شما در مورد هرقل، هرقل کسی بود که از جمله منجمین بود، از جمله علمای نصارا بود. وقتی که پیشش ابو سفیان رفت، حدیث دور و دراز در اول بخاری است، پیغمبر علیه السلام را صفاتش پرسان کرد که چی است. ابو سفیان وقت مسلمان نشده بود و گفت که ما ترسیدم اگر دروغ بگویم، یعنی دروغ در اونا هم بد بود، زشت بود، نشه که باز این قوم ما بگوید که دروغ میگه. ابو سفیان در رحت که رفت کلگی را جمع میکنه، میگه کی از بسیار از جهت نسب نزدیک به پیغمبر؟ ابو سفیان میگه من هستم، به خاطر که کاکاش هستم و این برادرزاده میشه. میگه اقربه نسبا، تو نزدیک هستی بسیار در نسب، بیا خیر. بعد از او پرسان میکنه، چندین سوال میکنه درباره پیغمبر علیه السلام. از جمله سوالاش میگه پیش از اینکه دروغ گفته؟ میگه نه. میگه در بین شما به نام دروغگوی مشهور شده؟ میگه نه. میگه ای که غریب بود یا چیز پولدار؟ میگه نه غریب. بعد از اون میگه که چیستا روز به روز امتش زیاد شده میره یا کم؟ میگه نه زیاد شده میره. میگه کسی هست که در دینش رفته باشه پس برآمده باشه؟ میگه نه. میگه نه. میگه مردم ضعیف زیاد پیرویش میکنه یا مردم قوی؟ میگه نه مردم ضعیف. میگه هذا شأن الرسل، بالاخره میگه اینمی شأن پیغمبر است، اینمی شأن چیستا پیغمبر است. و قسم است، هرقل قسم میخوره که اینی جایی که آل ما قدم خدا ماندیم در حبشه، اینمی را هم میایه میگیره. یک روز میایه که اینمی را هم چی میکنه؟ فتح میکنه، امیرم میگیره. ولو کنتو، اگر ما بودم تا او روز کوده اینجا بیایه زنده باشم، خواهم و خواهم ما او را کمک میکنم. ما او را چی میکنم؟ کمک میکنم. ای که هرقل ایمان آورد ناورد، او اختلاف است، علما اختلاف داره. بخاری میگه که هاداش آخر و شأن هرقل، اینمی آخرین مرحله چیست؟ هرقل است. سعیز پس اینجا هرقل ممکن ایمان داشته باشه، بخاطر که میگه که اگر اینجا آمد من هم چی میکنم؟ کمکش میکنم. ولی چون که لا اله الا الله با زبان نگفته، علما داشت کم قول داره که آیا مسلمان شده یا نشده. والله اعلم. پس صفات پیغمبر علیه السلام را از این آیت میگه برای ما استدلال میکنه که اوصاف پیغمبر علیه السلام که امی میباشه، بی سواد میباشه، ناخوان میباشه، رحیم میباشه، متوکل میباشه، شاهد میباشه، نذیر میباشه، مبشر میباشه، احمد میباشه، محمود میباشه، قهرنوک و سخنچین و فحاش و غلاظ و یا نمیباشه، همش در تورات و انجیل هم چی شده بود؟ پیشگویی شده. قول بگوی پیغمبر علیه السلام یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو. پس در اینجا یک چیز دیگر هم باید بفهمین. خواه پیشم براتون گفته بودم گرچه تکراری است که در اینجا هم لفظ رسول آمد، الذین یتبعون رسول النبی الامی. از جهت لغت اگر میخواست کسی پرسانتان کرد که نبی یا رسول چی مانا، تو میگی نبی هو من اوحى الله الیه، کسی که وحی کرده باشه الله متعال به او. با اینکه بما لم یکن علم، که سابق علم نداشتن، یک چیز برش میتا که سابق به او نمیدانست. امیر چی میگه؟ نبی میگه. پس از این گپ دیروز خدا به خاطر از این گفتم که وقتی که اگر بگوی وحی به تجربه ثابت شد، بازو رسول نیست، نبی نیست. صحیح؟ بازو چی نیست؟ هو من اوحى الیه الله و ایتاؤه بما لم یکن معه قبل، که پیش از این امرایش نبوده. مثلا
به موسی علیه السلام زمانی که معجزه‌اش چی داد؟ عصا داد. عصا پیشش بود؟ تورات بود؟ ید بیضا بود؟ نه. پس بعد از نبوت، بعد از رسالت برش داد. صحیح است؟ پس این همی خاصه پیغمبر است. رسول چه میگه؟ نبی امره الله بتبلیغ شرع و دعوت دین. پیغمبر است که یا نبی است که امر کرده الله متعال او را برساندن شریعت و دینش. امی الذي لا يقرا ولا يكتب، اهل کتاب دیج بسیار چی میکردن؟ تعجب میکردن و میگفتن عربها را که امیین، کما قال تعالی ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، در سوره آل عمران آیه 75 بر ما پیش شد. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یا ایها الناس، ای مردم، اینی رسول الله الیکم، ما استم فرستاده از طرف الله، نمیگه که خدا استم، الیکم به شما جمیعا به کلتان، الذی خدایی که له ملک السماوات والارض، خاص بینم یک خداست، پادشاهی آسمان ها و زمین، له ملک السماوات والارض، پادشاهی آسمان و زمین فقط از آن کی است؟ از آن الله، لا اله الا هو، نیست هیچ معبود بر حق مگر یک خدا، یحیی و یمیت، هم میکشه و هم زنده میکنه، یحیی هم زنده میکنه و یمیت و هم میمیرانه. پس شما چی کنین؟ فآمینو بالله، پس در قدم اول شما ایمان بیارین به الله، الله را قبول بکنین که باز ما را قبول بکنین، به خاطر که ما فرستاده کی هستن؟ الله و رسولهی، شما ایمان بیارین به پیغمبرش، النبی الامی، امو پیغمبری که امی هست، الذي امو پیغمبری که یؤمنو بالله، ایمان داره به الله. سیک با چی قسم میگه پیغمبر علیه السلام؟ فآمینو، پس شما ایمان بیارین بالله، به الله و به رسولش. کدام رسولش؟ امو النبی الامی، که کسی است که ناخوان است. شما نگوین که قرآن ای رفته از جای یاد گرفته، در بین شما بنام ناخوان بودم، بنام کسی که قلم را به دست خود نگرفته بود. ولا تخط بیمینی که ایدن لرتابن مبطلون، سر پاره 21 بر ما میه که تو به دستت قلم نگیری، اگر میگرفتی خط بکشنی. باز خامخواه کسایی که مبطل بودن، مشتک بودن، باز اونا میگفتن که خامخواه قرآن از کسی چی کده؟ یاد گرفته. الذي امو پیغمبری که دعوای خدایی خودش نداره، یؤمنو بالله، خودش هم ایمان میاره به الله، و کلماتهی و به احکام الله، به کتابهای الله، به دیگه همه مؤمن بهی، و تبعوه، شما پیروی بکنین این پیغمبر را، لعلکم تهتدون، تا که شما راه یاب شوین. نتیجه همین است که اگر شما هدایت را میخواین، فقط هدایت در ایمان به الله و ایمان به کیسته؟ به پیغمبر، ایمان به پیغمبر. اگر این امیر شما کردین، شما راه یاب هستین، اگر نیک نکردین، گمراه هستین. سعیس آل بمر موتو میگه که اگر میخوای کامیاب شوی، یا دو چیز قبول بکن. چی؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و من قوم موسی، و من قسم از قوم موسی علیه السلام، امتون بود یک امت جماعت، یهدون بالحق، که هدایت میکردن مردم را به حق، و خودشان هم هدایت شده بودن، و بهی عدلون، و بمی عدل میکردن، انصاف میکردن. در عدالت همی بود که حق را بزی حق میسپردن. پس عبادت خاصی الله بود، او را هم به کی میدادن؟ به الله. و قطعناهم، پس برگشت به قصه کی؟ به قصه موسی علیه السلام. و قطعناهم، و ما قطع کردیم برشان، 12 نقیب اسباط، 12 اسباطا امما، قطع کردیم، ای سیرناهم، و گردانیدیم ایشان را، 12 اسباطا امما، 12 سبط. اسباط جمع سبط است. خب سبط در اصل نواسه را میگه، نواسه هم که بچه دختر باشه، بچه چی؟ دختر باشه. ولی اسباط به خاطر میگه، مثل که در عرب قبیله و قبیله و قبیله و قبیله بود، در بنی اسرائیل اسباط بود، سبط 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 سبط، به خاطر که اسحاق چیز یعقوب علیه السلام چند بچه داشت؟ 12. از جهت 12 بچهش هر کدامش یک سبط میگفتن یا سبط میگفتن. امما، و اوحینا، ما وحی کردیم به موسی علیه السلام، اذ استسقاه، وقتی که طلب آب کرد قومش عن ادرب، که بزن بیعصاک الحجر، یا تیر شده در پاره اول، بیعصاک الحجر، اوجا لفظ آمده فانفجرت، ایجا آمده فانبجست. انبجاس انفجار، فرق لغویش ما اونجا برتون کرده بودم، و اینجا هم از انبجاس ما چی میگیریم؟ انفجار که چی داشته باشه؟ برای فواره داشته باشه.
فن بجسد پس بیرون شد انفجار کرد من هو زمین سنگ خشک اتنا عشر عینن اتنا عشر عشرت عینا دوازده چشمه دوازده چشمه به خاطر که دوازده چی بودن؟ قبیله قد علیم به تحقیق دانست کل اوناس هر یکی از این قبیله ها مشربه هم جای نوشابه شد می فهمیدن که کجا چه رقم از کجا بخوره و در روایت میگه که در سر هر قبیله چی بود؟ نامشان هم نوشته بود در سر هر قبیله نامشان نوشته بود و ظللنا علیهم الغمامه و ما روان کردیم بالایشان سحاب را باران چیز ابر ابری که برشان سردی داشت چی داشت؟ ابری که اینا را از شدت گرمی که تشنه بودن اینجا استسقا از موسی کردن که آب بر ما بیار و اونجا گرمیشان گرفت الله متعال ابرهای سفید را گوارا همراه با شمال و باد بسیار خوب برشان روان کرد و ظللنا علیهم الغمامه و ما سایه کردیم بالایشان با ابرهای سفید و انزلنا و ما روان کردیم بالایشان المن و سلوا من و سلوا من عمو ماده سفید است که از آسمان میه مثل ما براتون گفته بودم شبنم ماره نه خورترک خورترک مثل نخود خورد کلان صبح میخیستن کفتیده هستش کلش مثل عسل واره میخوردن و سلوا بودنه شبیه بودنه خواهی بودنه والله علم که این بودنه که ما میگیم بود نبود ولی مفسرین تو میگه که یک پرنده است که شبیه کفتر است گردن دراز داره و پایای بلند بلند داره و تیز میره و چی میره؟ تیز روان است طبیعی است که اونمو چی خواهد بود؟ بودنه صحیح؟ به اندازه چی میگه؟ کفتر میگه کلو بخورین من طیبات ما رزقناکم از هر آن چیزی که ما به شما روزی دادیم و ما ظلمونا دیگه ما که بعد از اکیارا در عذابهای گوناگون گرفتار کردیم ظلم نکردیم ولیکن کان و انفسهم یظلمون ولیکن ایشا خودشان بالای خود چی کردن؟ ظلم کردن و اذ قیل لهم اسکنوا و وقتی که گفته شد برشان سکونت کنین هذه القریه دین من فلسطین ده کجا؟ تا فلسطین و کلوب منها و بخورین عظمی قریه حیث شئتم کیف شئتم چه قسم که میخواین چه قدر میخورین بخورین ولی فکرتان باشه که احتکار نکنین خزانه نکنین نگاه نکنین که باز گنده میشه بخورین الله ازت نمیگیره سعیست دوباره ولی حق خزانه کردنش براتان نیست و قولو و بگوین وقت دخول شدنتان حتتون ببخش مارا و دخول البابا و داخل شوین به دروازه سجدن سجده کنان در حالت انحناء نغفر لکم خطیئاتکم در پاره اول آمده نغفر لکم خطایاکم ما می بخشیم به شما امو گناهایی که پیش ازی کرده بودین سنزید المحسنین زود است که ما زیاد کنیم امو پاداش کی را نیکوکارا را آیه و اذ قیل لهم اسکنوا که آل خواندیم در بر داره پس از احداثی که در تیه آمد تیه مرادش کدام زمانی است؟ اونمو که یتیهون فی الارض صحیح؟ 40 سال حیران میگشتن 40 سال چی بودن؟ حیران سرگردان آمد پس از اینکه 40 سال حیران آمد در صحرای سینا و در اونجا بعد از اینکه یوشع بن نون باز آمد کی آمد؟ یوشع بن نون آمد این امو حادثه را برما میکنه پس از اینکه تولا قیادت بنی اسرائیل پس از اینکه گرفت قیادت بنی اسرائیل را پس از وفات موسی و هارون علیهم السلام و اینمی وقتی بود که انقضای مدت تیه عمو مدت 40 سال چی شده بود؟ خلاص شده بود و کانت بود در اینجا اینمی چیز 40 سنه 40 سال بود امیتی سعیز امیتی که در اینجا جنگ کرد باز یوشع با بنی اسرائیل در اونموجا عماقله نام داشت تو قریه در کجا؟ عماقله در وقت به نام عماقله می گفتنش در زمین قدس فلسطین فعلی الله متعال به دست اونا فتحش کرد فقال لنبی بنی اسرائیل پس گفت پس از فتح یوشع بن نون به بنی اسرائیل گفت که ادخل البابا یعنی اینجا قیل لهم اسکنوا هدف ما ایست که این در زمانه موسی علیه السلام نبوده در زمانه کی بوده؟ یوشع بن نون پس از وفات کی؟ حضرت موسی علیه السلام یعنی پس از 40 سال که سرگردانیشون خلاص شد بعد از الله متعال میگه که فلسطین خود فتح شد و نه توسط یوشع بن نون چی کردش؟ فتح کردش و شما دیگه اونجا داخل شوید این مجلسی قرآن بود این منظری رحمان بود این جای حافظان بود بادا مبارک با شما این مجلسی قرآن بود این منظری
حفظی کلامی با صفا بادا مبارک بر شما، تفسیر قرآنی خدا درسی حدیثی مصطفی، گویان به تو ای پارسا بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظی خوشخان توی، خوشخان و خوش الهان توی، خواننده قرآن توی، بادا مبارک بر شما. قرآن کلامی آن خداست و ای از لسان مصطفی است، در سینه ای تو جا بجاست، بادا مبارک بر شما. این مجلس قرآن